1973 یک بازی جدید آمد. دنیا گرفتاری مالی و اقتصادی داشت. چرخ اقتصاد دنیا نمیچرخید. نفت ارزش پیدا کرده بود. اوکی؟ ولی هنوز قیمتش بالا نرفته بود. در یک جلسه ای یه شخصی هم به نام آقای لوی هست که بعد نشان تاجم از شاه گرفت، در اونجا بحث شد. هنری کیسینجر هم قبول کرد و اون تز آقای ابراهیم اویسی که میگو پترو دلار، اینها اومدن و بازی پترو دلار آغاز کردن. پترو دلار یعنی شرکت صاحبان نفت، نفت فروشان قیمت نفت رو بالا میبرن به شرطی که پترو دلار رو در 5 بانکی که مشخص شده بریزن، ایران، کویت، عربستان، امارات، همه اجازه نداشتن هر بانکی دلشون میخواد واریز کنن. بازی پترو دلار چنین بازی بود که حالا داره شکست میخوره، حالا داره به پایانش میرسه. بازی پترو دلار کاملا عوض داره میشه. در اون زمان قیمت نفت بالا رفت. آقای زکی یمانی با قوانین آمریکایی بازی میکرد. شاه یک دفعه در به نظر اونها یاغی شد، حاضر نشد قیمت نفت رو بیاره پایین، حاضر نشد تمام باجها رو بده. حتی خواهید دید وقتی که با آقای کیسینجر ملاقات میکنه، در اونجا تلویحاً در کنار آقای کیسینجر که میخواست به شاه یادآور بشه من دوست شما هستم، مراقب باشید، یه مقداری کوتاه بیایید، انقدر یاغیگاری نکنید، اما شاه به آقای کیسینجر در کنار همون ملاقات اشاره میکنه شما قیمت کالاتون رفته بالا، به ما میفروشید، ما هم نفتمون و قیمتشو میبریم بالا. در واقع گوش کنید به اینجا شاه و کیسینجر. Hello. 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 Hey. The price of oil has decreased. If you consider the inflation in the world and that the Western countries or the industrialized countries are selling their goods to us at about 35% more, and the eventual devaluation of the dollar, in matter of fact, our purchasing power of a barrel of oil today corresponds to between something between $7 or $8. Well, as you know, the relations between Iran and the United States are extremely close, and I think His Imperial Majesty and I have agreed that we can probably say they've never been better. Therefore, it was natural that as a result of my tour through the Middle East, I would inform His Imperial Majesty of what the United States is attempting to do and to get. اجازه بدید اینجا باز یه نظری رو اشاره کنم. اولا آقای کیسینجر یک سیاست باز بود، شاگرد مکتب مترنیخ، مترنیخیست بود، در دکتراش و تزش رسالش در مورد مترنیخه. نگاه کنید با چه آرامشی، با اینکه احساس خطر میکرد چون اومده بود و در خاورمیانه دور میزد، حتی در این ملاقات قبل از اینکه با شاه ملاقات کنه با ملک فیصل پادشاه عربستان ملاقات کرده بود. حتی ملک فیصل با آقای کیسینجر گفته بود شما آمریکایی‌ها باید مراقب یهودیان باشید، اونها دارن کشور شما رو اداره میکنن. کیسینجر فقط لبخند زده بود. آقای انور سادات داشت چپی ها رو بیرون میکرد که در واقع مشاورش آقای کیسینجر بود. پس چرا یک دفعه تمام روسا رو انداختن بیرون از مستشاران روسی رو؟ کیسینجر سعی میکرد به دلایلی فعلا هوای شاه رو داشته باشه، اما شاه در نیافت.
که در بازی‌های جهانی شما در یک خطهای قرمز هست، شما نمیتونید عبور کنید. چرا؟ اربابان خوششان نمیآید. اگر میبینید امروز آقای روحانی میگه بریم دستبوس کت خدا، خوب فهمیده، چون کت خداها سر کار آوردنش. اما شاه مشکلش چی بود؟ یک، دنیا میخواست، دنیای غرب در مقابل پترودلار شکست خورده بود، آلمان، فرانسه و شکست داشتن میشدن، ژاپن، خود آمریکا گرفتاری پیدا کرده بود. این مسئله جنگ یوم کیپور موجب شد قیمت نفت بره بالا، تحریم‌های نفتی بشه. اما مهمترین مسئله در اینجا یک اتفاق دیگر بود. آمریکا از ویتنام میومد بیرون. آمریکا وقتی از ویتنام میومد بیرون، شکست خورده هم میومد بیرون، برنامه یک چیز دیگری بود، بازگشت به خلیج فارس. دیگه به ژاندارم منطقه نیازی نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه در همون 1973 برنامه هایی ریخته شد که باید شوروی هم فرو بریزه. چرا؟ چه در مورد ویتنام و چه در مورد جنگ یوم کیپور، جنگ اکتبر بین اسرائیل و مصر و سوریه اتفاقی افتاد. وقتی ارتش سوم مصر توسط آقای شارون محاصره شد، آقای برژنف اعلام کرد ما هواپیماهامون رو میبرسیم، مثل پوتین که امروز یک مقداری بلوف زد بعد کنار کشید، تا کمک کنیم. دنیا در آستانه مجدداً یک جنگ هسته‌ای بود. چرا؟ کیسینجر اعلام آمادگی اتمی داد در مقابل برژنف، نه نیکسون، بخاطر این نیکسون گرفتار بود. بنابراین یک نظام نوین جهانی داشت می اومد. کشورهایی مثل ایران، الجزایر و دیگران داشتن صنعتی می شدن. کشورهای صنعتی نگران از دست دادن بازارهای خودشون بودن. پس بنابراین شرایط آماده شد که بعد تزی بیارن به اسم تز سقوط 79، که اگر اجازه بدید برمیگردیم و به پروژه سقوط 79 میپردازیم که نه فقط به ایران مربوط و شاه، حتی به بسیاری از کشورهای همسایه هم مرتبط بود. راه تابان روی همین وال فیسبوک نوشته بود: اما منو بازی های جهانی همینجور به خواست اینها ادامه پیدا خواهد کرد. بهارهای عربی به رنگ دیگری خواهد آمد. دیکتاتوری های محلی رو جای خودشون خواهند گذاشت. هیچ چیزی هم تغییر نخواهد کرد، چرا که اینها خواستشون هست. این یک نظره. به نظر من نه، همینجوری که بارها اشاره کردم و دیدم یکی از دوستان شادی خانم در واقع اون رو گذاشته مجدداً روی وال. ببینید، من همیشه گفتم رنسانس فکری با خودباوری شروع میشه و این خودباوری آن است که یک دست صدا داره، و وقتی که باور کنیم یک دست صدا داره و بپذیریم در تهران ما شاهد آخرین پرده نمایش کمدین های خندان هستیم و دیگر براشون کف نزنیم، به ملت هم یاد بدیم که برای این کمدین های خندان دیگه اعتباری قائل نشن، ما خواهیم رسید، از این متریکس خمینیز عبور خواهیم کرد. اگر عبور نکنیم، همینجوری که بیشتر بچه ها با یک مقدار تردید نگاه کردن، ما بازنده خواهیم شد. تردیدی نداشته باشید. اگر یک روزی به شما میگفتن یوگسلاوی تجزیه میشه باورتون نمیشد. الان به عراق نگاه کنید، دیفکتو سه قسمت شده، هر روز گرفتاری دارن. شما فکر میکنید آقای اردوغان چرا این چنین بچه نایسی شد، یک دفعه رفت با کردها هماغوش شد، برای ارامنه به خاطر کشتار تسلیت فرستاد، احساس کرد دارن در واقع نه فقط حکومت او رو به زیر میکشن، احتمال داره ترکیه رو تجزیه کنن مثل اوکراین. الان هر روز می نویسن اوکراین کشور پوتمکینیست، ساختگیست، گلخانهیست، آلمانی ها ساختن.
لهستانی ها ساختن. لهستان خودش بزرگترین کشور اروپا بود، امروز به اندازه یه دریاچه است. فقط اگه زنده مونده برای اندک مدتی به خاطر اون پاپ لهستانی و دیگران بود. واقعیت دنیا اینه. آقای اردوغان هم خواهد رفت، خیلی هم خواهند رفت، بهار عربی میارن، فرمای انقلاب های رنگی میارن. ملت ها هوشیار نیستن، رهبران هوشیار نیستن. توضیح میدم چرا رهبرها گاهی گاف میکنن. هیچ رهبری در این دنیا اهمیت نداره، هیچ رهبری، همشون پاپتن. برای یک بازی در صحنه، بعد که تموم شد، تاریخ مصرف تموم شد، خدا حافظ. اینه، من همیشه گفتم این رو. الانم اجازه بدید من چون به بچه ها قول دادم اینو بگم. چرا ما میگیم پروژه سقوط 79؟ یک شبه نمیان در واقع حکومت ها رو برچینن. اول مقالات میاد، مانیفست های سیاسی میاد. 1973 ناگهان MIT، دانشگاه معتبر MIT، یک مانیفستی داد که دنیا در جهتی حرکت میکنه که دیگر رشد اقتصادی پدید نمیاد. صنعتی شدن خوب نیست، صنعتی شدن شیطانیه. خمینی هم همینو میگفت. درود بر آقای خمینی، درسشو خوب خونده بود. حالا 1974-75 شاه میاد آمریکا. این اسرارشو یک خبرنگار به نام سکات فاش کرده، خاطرات آقای اسکوکرافت رو یا یادداشت‌های آقای اسکوکرافت رو برداشت کرده، یک مقاله نوشته. اسم مقاله هست کنفرانس مخفیانه در دوها. بعد در اونجا توضیح میده وقتی شاه با فورد حرف میزده، کیسینجر بیرون بوده. فورد، من مقالاتشو دارم، آمریکا در اون زمان حتی آقای کیسینجر، آقای روبرت تاکر، همه مینوشتن اگر این عربستان و این کشورهای عضو اوپک بخوان پررویی کنن و قیمت نفت رو بالا ببرن، ما میریم و مناطق نفتی رو اشغال میکنیم. شاه در اون گفتگو با آقای فورد میگه نیازی نیست شما بیایید، خودم هستم. این گافه. شما به آمریکا میگید من میتونم. بلافاصله در مجله نیویورک یک مقاله در اومد با قلم آقای پول اردمن به عنوان سقوط 79. مقاله رو جلدش هست. اگه تونی جان آها همینو اگر نشون بدید من توضیح میدم. اول این مقاله اومد، کتاب در نیامد. اول در اینجا اشاره کردن که شاه میخواد در واقع امپراتوری هخامنشی رو برگردونه، تمام خلیج فارس و اقیانوس هند رو مسلط بشه و بازار اسلامی را بندازه از مدیترانه تا کرانه های چین. چرا؟ به خاطر اینکه شاه با بوتو، با سادات، با بومدین، با صدام حسین، با حافظ اسد در واقع هر روز ملاقات میکرد، اختلاف ها رو حل میکرد، قیمت نفت هم نمیورد پایین. بنابراین وقتی کلوب روم آمد و گفت صنعتی شدن بده، شیطانیه، پس بنابراین باید برنامه ریخت. چه برنامه ای باید ریخت؟ حمله نظامی که نمیشد کرد به ایران. پس بنابراین ما هیچ کدوم نفهمیدیم چه اتفاق میفته. البته اون موقع من در آمریکا بودم، 1978، شماها هنوز به خیابونها به اون گونه ای نریخته بودید. مشکل شماها اکثر اینه که یا در خیابان بودید یا به دنیا نیامدید، یا جزء جناحی بودید که نمیخواستید بدونید، فقط منتظر بودید یک اتفاقی بیفته. در آمریکا شخصیت هایی بودن مثل پروفسور جیمز بیل، آقای ماروین زونیس، آقای ویلیام بیمن، آقای تام ریکس، اینا مقاله می نوشتن و در تمام این تلویزیون ها پدید می اومدن، کارشناس ایران بودن و شاه رو می کوبیدن. اشخاصی هم مثل آقای منصور فرهنگ، گاهی ابراهیم یزدی از راه دور با اینا مصاحبه می کردن.
خب جالب اینجاست، من وقتی آقای مارمین زونس، چون دیدم بیشتر به اون گوش میکنن، البته جیمز ویل کارگردان اصلی بود با ریچارد کاتم، یعنی مغزها رو آماده میکرد. آقای مارمین زونس یک کتاب نوشته بود در مورد ساختار الیت ایران. در فصل پنجم این کتاب که اتفاقا